چرا گربه ها بیشتر از 3000 سال پرستیده می شدن؟ نمیدونم. گربه ها باهوشترن یا سگا؟ تقریبا میدونم. گربه ها چه حسی نسبت به انسان ها دارن؟ این یکی رو خوب میدونم. در این جلسه آشنایی با حیوانات می خواهیم با گربه آشنا بشیم. پس جایی نرید. گربه ها از 4000 سال پیش اهلی شدن و قبل اون جزء حیوانات وحشی به حساب می اومدن. برای اینکه یه گربه اهلی و با انسان سازگار بشه تا 16 هفته بعد تولدش وقت داره که با انسان تعامل داشته باشه. اگه توی این مدت بین انسان‌ها نباشه دیگه تقریبا غیر ممکنه که اهلی بشه. در مورد اینکه گربه‌ها باهوش‌ترن یا سگا قضیه یکم پیچیده است. ولی تحقیقات اخیر نشون داده که تعداد نورون‌های مغزی سگ تقریبا دو برابر گربه‌هاست. سگا هوش اجتماعی بالاتری هم دارن. اما صرفاً به این معنی نیست که سگا باهوش‌ترن. چون گربه‌ها حافظه‌شون قوی‌تره و حتی توانایی حل مسائل پیچیده‌تری هم دارن. در کل رقابت تنگاتنگی دارن. یکی از تخصص گربه‌ها اینه که به انسان نشون بدن پشیزی به اونا اهمیت نمی‌دن و خودشون رو خدای انسان می‌دونن. برای این کارم روش‌های مختلفی دارن. مثلا اگه یه گربه بیاد روی شما دراز بکشه و همه بدنش رو روی شما قرار بده، میخواد نشون بده که مالک شماست. روش بعدی که خیلی لاتیه اینجوریه که گربه ها به صورت غریزی تمایل دارن که مدفوع خودشونو با خاک بپوشونن و اگه گربه شما این کارو نکنه میخواد بهتون بگه آره دلاس اینجوری است، رئیس این خونه منم. تعداد ماهیچه‌های گوش گربه ها تقریبا 3 برابر انسانه و حتی میتونن گوششون رو 180 درجه بچرخونن. در کل گوشای تیزی دارن. این یعنی اینکه همیشه وقتی شما صداشون میزنید صداتون رو میشنون. ولی اگه بعد چند بار صدا زدن نیاد سمتتون، یعنی داره شما رو نادیده میگیره که بازم بهتون نشون بده خودشو بالاتر از شما میبینه. و مسئله دیگه در همین راستا اینه که گربه ها خیلی خودشون رو لیس میزنن. خب این چه ربطی به انسان داره؟ اینکه گربه ها خودشون رو لیس میزنن برای اینه که بدنشون رو ضد عفونی و تمیز کنن و برای اینکه بوی انسان از بدنشون بره. حتی با بوی ما هم حال نمیکنن. بیایید برای حفظ غرورمون هم که شده این بحثو تموم کنیم. ولی جدا از اینا گربه ها یه فایده هایی هم دارن. دانشمندا میگن اکثر کسایی که گربه دارن افرادی منطقی، عملگرا و درونگرا هستن و زندگی کردن با گربه میتونه استرس، استراب و حتی افسردگی رو از بین ببره. یعنی در نهایت باعث آرامش بیشتر میشه و احتمال سکته قلبی رو هم کاهش میده. پس اگه دوست دارین از سکته قلبی به دور باشین و افسردگی رو از بین ببرید، برید یه گربه بگیرید و بهونه نیارید که نمیدونم از کجا گربه بگیرم. من بهتون میگم سایمون کت یه مجموعه تخصصی برای گربه هاست و هر کار یا چیزی که برای گربه ها لازمه رو ارائه میده. از خریدنشون تا واکسینه کردن یا ارائه خدمات پزشکی یا فروش انواع غذاها و وسایلی که نیاز دارن. حتی مرکز پانسیون و اسپا هم دارن که اونجا از گربه هاتون مراقبت میکنن یا بهشون خدمات زیبایی ارائه میدن. خدای یکیش خیلی خفنه. پس اگه گربه دارید یا میخواید گربه بگیرید و از افسردگی و استراب بدوشید، به پیج سایمون کت سر بزنید. آیدیشون توی کپشن هست. و اینم بگم که در مورد افسردگی و استراب دروغ نگفتم و کاملا علمیه. حالا بیایید با یه سری گربه معروف آشنا بشیم. گربه‌ای به نام داستی 420 بار زاییده. گربه‌ای به نام استابز 15 سال شهرداری یه شهر توی آلاسکا بوده و مردم هم گفتن بهترین شهرداری بوده که تا حالا داشتن. احتمالاً واسه اینکه به پاچه‌خورا اهمیت نمیداده و از کسی رشوه نمیگرفته. فقط دقیقاً چیکار می‌کرده؟ بیشترین طول عمر در بین گربه‌های شناخته شده مربوط به خانم کریمپاف که 38 سال عمر کرده. تکرار می‌کنم کریمپاف، نه چیزی که تو مغز مریض بعضیاست. سال 2007 گربه‌ای به نام تاما کارمند یه ایستگاه قطار توی ژاپن شد و کارش این بود که به مردم خوشامدگویی کنه. توی یه ماه جمعیت مردم توی مترو 17% افزایش پیدا کرد. و سال 1963 کشور فرانسه یه گربه به نام فلیست رو فرستاد فضا. کدوم یکی از شما تا حالا رفتین فضا؟ 1 2 3 هیچ کدومتون. ولی یه گربه رفته. چون گربه ها حیوانات محبوبی هستن، تحقیقات و اطلاعات راجع به اونا خیلی زیاده. پس اگه میخواین دوباره یه ویدیو راجع به گربه ها درست کنم توی کامنت ها بهم بگید. و تا جلسه بعدی آشنایی با حیوانات فریکی بمونید.